این فایل رو جهت کوک کردن و روش‌های مختلف اون خدمت دوستان عزیز ضبط می‌کنم. یکی از بهترین روش‌ها این هستش که با خود همین فیلمی که ضبط میشه کوک بکنید. یعنی صدای سیمی که در حال ارتعاش هست برای شما ضبط میشه، وقتی که پخش کردید سیم ساز رو با همون صدا تنظیم بکنید تا سازتون کوک بشه. قبل از کوک کردن چند تا نکته من خدمت هنرجو باید عرض کنم که یه سری اصطلاحات و جای سیم ها رو راحت‌تر بتونیم. شاید جاهای توضیحات من بیش از حد زیاد و تکراری هست. فرض رو بر این میذارم که خب خیلی از دوستان شاید بعضی نکات رو ندونن. حرفه‌ای ها که خب این فایل اصلا به دردشون نمیخواد. ولی اونهایی که حالا بسیار مبتدی یا نیمه مبتدی هستن هم یا نیمه حرفه‌ای بتونن راحت با این فیل ساز رو کوک کنن. سیم های تار از پایین به بالا شماره گذاری میشه، 1 بالای شماره 6. سیم اول، دوم و پنجم سفید رنگه، 1، 2 و 5 سفید. سیم زرد سل زرد رنگ 3 و 4 و 6 زرد. سه تا گوشی پایین مال سیم های سفیده و کوک کردنش، سه تا بالا برای سیم های زرد است. اولین نکته که توجه بفرمایید، وقتی که میخواییم گوشی رو بگیریم هیچ وقت اینجوری نمیگیریم. اینجوری کوک میشه ولی خالی میشه. همیشه سر گوشی بین این دوتا انگشت قرار میگیره، گردیش قفل میشه و با شست بالای سرپنجه رو فشار میدیم. یعنی علاوه بر چرخاندن مچ همزمان سرپنجه رو فشار میدیم که گوشی چون حالت مخروط ساخته شده در جای خودش محکم قرار بگیره. سیم ردیف پایین که سفیده، اونی که به من نزدیکتره 1، در راستاش 2، اونی که از همه عقبتره پشت سرپنجه است شماره 5. ردیف بالا سیم های زرد، اینی که به من نزدیکتره 3، در راستاش 4، اونی که از همه جلوتره 6 است. پایینی ها که بس شد، کله گوشی بین این ته انگوش قفل میشه، با شست میچلونیم اول دوم و پنجم رو. سیم زرد که میخوایم کوک کنیم اینجوری براتون میگیرم، ببینید انگشت چهارم زیر گوشی میده، با این سه تا و شست گرفته میشه. سیم سوم و چهارم به این صورت فشرده میشه. سیم بم و اما انگشت اول داخل یا زیر سرپنجه، با شست و این انگشت وسط کله گوشی مسلط گرفته. یکی از نکاتی که هنرجو از کوک کردن میترسونه پاره شدن سیم هست. پاره شدن سیم ممکنه بر اثر نیروی باشه که شما به سیم وارد کردید پاره میشه، ولی سه تا علت دیگه داره که مشکلش دست شما نیست. موقع کوک کردن میبینید سیمم محکم کوک نکردید ولی پاره شد، پس نیروی بیش از حد وارد میشه سیم پاره میشه. مشکل اول. علت دیگه پاره شدن سیم فاسد شدن سیمه، منقضی میشه بر اثر مرور زمان و استهلاک زیاد اکسید شده و دیگه اون توان تحمل نیرو رو نداره و ربطی به بدکوک کردن شما اصلا نداره. سوم، تیز بودن شیار شیطانک که بریده میشه. چهارم، تیز بودن شیار خرک. البته موقعی که ممکن سیم در بره گره های این وری اون برم شل ببندید یا نخشو ممکنه که ایراد پیدا کنه، ولی کلا پاره شدن سیم اگه از سمت خرک باشه اینور تیز بودن بیش از حد این است یا شیطانه. پس این چهار تا عامل هست. یعنی ما همیشه نباید احساس گناه کنیم که تا دست زدیم سیمش پاره شد. نه، مشکلی که باعث میشه همون ابتدا سیم پاره بشه اینه که هنرجو میخواد سیم رو کوک کنه، اول میچرخونه بعد مزراب میزنه. این غلط ترین کار ممکن است، به خاطر اینکه دقیقاً نمیدونه چه نیرویی بر سیم باید وارد شه، چقدر باید بچرخونی. همیشه باید همزمان با چرخاندن و مزراب بزنیم. فرض کن به شما میگن که یه تیکه پارچه هست 1 متر اینو ببر. اگه شما قیچی بزنی بعد متر کنی که خب حتما دقیق در نمیاد. و کسی که اول داره اینو میچرخونه غلط ترین کار هست. همزمان با مزراب زدن همیشه این کار رو انجام میدیم. نکته بعد، همیشه سیم های اول، سوم و پنجم رو با مزراب چپ کوک میکنیم. مثلا سیم یکیتون پاره شد نباید با راست بزنید چون ممکنه به سیم بالایی گیر کنه. پس همیشه سیم یک با چپه، دوم با راست، سوم با چپ کوک کنید، چهارم با راست، پنجم با چپ، ششم
با راست. اینم نکته دیگر. دوستان میگن چجوری کوک کنیم؟ توی نرم افزارهای دیجیتال سیم اول که دوه حرف سی انگلیسی باید مشخص بشه که دیفالتمون هم لایه 440 هست پیش فرضمون. سیم زد جی انگلیسی، سیم پنجم هم سیه، سیم ششم هم سیه انگلیسی هست که میشه دو سل دو دو. حروفی هم که توی نرم افزارهای کوک هست از A به ترتیب A لا میشه، B انگلیسی C تار میشه، C انگلیسی دو میشه، D نوت ره هست، E نوت می هست، F فا هست، سل هم G هست. A B C D E F G میشه لا سی دو ره می فا سل. به همین ترتیب معادل هاش رو میتونی پیدا کنی. ما فرض رو برای میزنیم شما فقط این فیلم رو دارید، نرم افزار ندارید، هیچ دستگاه تیونری رو برای کوک کردن ندارید، ولی چند روش رو من خدمتون عرض میکنم که جای گیر کردید چطور از روی این فیلم یا بعدها خودتار رو چجوری با خودتار کوک کنید که بدون نیاز به مبنایی. در ابتدا من باید حدود 10 یا 15 مزراب به نوت دو وارد کنم که شما صدای نوت دو دیاپازون رو با فیلم هماهنگ همیشه داشته باشید. انقدر سیم های سازتون رو شل یا صفر کنید که با صدای دویی که از توی فیلم داره پخش میشه هماهنگ باشه. ابتدا صدای دو، این صدا برای سیم اول، دوم و پنجم استفاده خواهد شد. سیم زرد سل کوک میشه. سیم پنجم عرض کردم مثل سیم یک و دو سفید هست، میمونه سیم ششم بم که دو بم هست. وقتی سیم زرد و سفید دقیق کوک میشه اون نسبت زیبا رو تولید میکنه. توی خیلی از آهنگ ها ما این رو شنیدیم. به فاصله سل به دو میگم فاصله چهارم. سل لا سی دو، فاصله چهارم سل میشه دو. نسبت فاصله چهارم تو خیلی آهنگ ها هست. اولین آهنگی که از بچه که شنیدیم آهنگ تولدت مبارک. یا مرغ سحر، مرغ سحر. این نسبت زیبا تو این هست. یا آهنگ اندک 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 و خیلی آهنگ های دیگه این نسبت هست. حالا فقط کافیه سیم زرد رو من نیم میلیمتر شل کنم، اون نسبت زیبا میشه از بین رفت. اینه، نیم میلیمتر سفتش کردم، این شد. این نسبت همیشه باید تو گوش نوازنده باشه. پس با فیلم انقدر سیم ها شل یا سفت میشن. اگه سیم اوله هی با چرخ کوک میکنیم و با فیلم هماهنگ میکنیم. خدمتتون عرض کردم روش بعدیش اینی که خودتار رو چجوری با خودش کوک کنیم. شما فرض کنید که سیم اول دوم سازتون کامل پاره شده، گره زدید انداختید شل شد دیگه، این شل تر که دیگه نیست. اینه دیگه سیم پنجم تارتون کوکه، فیلم هم ندارید.
یه مز را به 5 بزنید، انقدر سیم اول رو سفت کنید که صدای سیم پنجم بده، ولی هی بعد هر چند لحظه مبنا رو چک کنید. ببینید حتی ممکن سیم اول پاره شده باشه، صداش از سیم دوم بگیرید. شل میکنم، دوم کوکه، ببینید یه چپ به یک میزنم، یکی به دو. سیم زرد پاره شد، صداش باید این باشه، سول یا اکتاب بعدش، یا سخته برای هنرجو، سیم زرد صدای دو دستباز و دو پرده هفتمش باید یکی باشه، انقدر شل یا سفت میشه که به راحتی بتونه این رو جاش رو تعیین بکنه. یه اصطلاحی ما توی تار داریم به نام سیم مرتعش. وقتی که ما صحبت سیم مرتعش رو میکنیم، خیلی از دوستان به اشتباه میان سیم رو از لب گوشی تا سیمگیر اندازه میگیرن. این طول سیم هست، طول سیم مرتعش نیست. سیم مرتعش جلوی خرک تا جلوی شیطونک رو میگن، یعنی از این قسمت تا این قسمت که حدود 66 تا 67 67 و نیم سانت حد اکثر باید طولش باشه بنا به سایز تاری که ما داریم. استانداردش این حدوده 65 66 67 67 و نیم. پس جلوی این تا جلوی هرگاه طول سیم مرتعش تقسیم بر دو بشه اکتاوش به وجود میاد. یعنی چی؟ مثلا من دو دارم دست باز، میخوام ببینم دو بعدیم کجاست. فاصله نوک جلوی خرک تا انگشت من تا فاصله شیطانک تا انگشت من نصف سیمه، دو بعدی به وجود میاد. پس این آقا پرده ها رو بستیم، میخوانیم جاش کجاست. دو رو بستیم اینو، جاش اینجاست، نصف میکنه. دو رو ببندیم، روبرش سولو به ما میده دیگه، صدای سولو داریم. این سولو باید صداش با این پرده یازده یکی باشه. ره رو اینجا به ما میده، این ره باید با این یکی باشه. ره رو داد لا با این، هی با خودش خودش رو میتونیم پیدا بکنیم.